رو داشته باشیم. جناب رستمی عزیز بسیار بسیار به استودیو خوش آمدید قربان. بله سلام آقای آزادی و عصر بخیر. عصر شنونده های همسفر نیز بخیر. امیدوارم که تا به حال هفته خوبی رو پشت سر گذارنده باشید و این غیبت دو هفته ما هم بخشیده باشید. خواهش میکنم. بسیار خوشحال هستیم که شما رو در استودیو داریم و موقعیت بسیار خوبی هستش که عزیزان بتونن از این وقت استفاده بکنن و سوالات خودشون رو بتونن از شما بپرسن. شماره تلفن های 2398 و 983843 در این بخش در خدمت شما عزیزان است که اگر که سوالاتی در مورد قوانین سوئد دارید میتونید از جناب رستمی عزیز ما بپرسید. آقای رستمی، اولین سوالی که یک دوستی در پشت خط از من پرسید که از شما بپرسم، آیا اون قانونی که اگر که یه نفر در یونان پناهنده بوده و بعد از یونان فرار کرده پا شده اومده در یک کشور دیگه مثل سوئد و اینا و دیگه برش نمیگردونن به یونان، اینا هنوز هستش یا دیگه چی شده؟ بله، دابلین، کنوانسیون دابلین کماکان هست، قابلیت اجرایی داره و از چند سال پیش سوئد افرادی رو که در به هر طریقی در یونان بودند، اثر انگشت دارن، ویزا گرفتند، اینا این پناهجو اگه بیان سوئد درخواست پناهندگی کنن، اینا رو به یونان پس نمیفرستن بر اساس اون کنوانسیون دابلین. اوکی، بسیار. بعد فقط الان در مورد یونانه که این قضیه بله. چیز هستش، فقط در مورد یونان هستش. بله. بسیار عالی. حالا یه سری استثناهایی هست برای بچه‌های تنهای بدون سرپرست. اونا قضیهشون یه مقدار فرق میکنه. اون هم ولی به هر بچه تنهای بدون سرپرست وارد سوئد بشه، حتی اگه قبلا در کشورهای دیگه شنگن هم بوده باشه و اونجا اثر انگشت هم وجود داشته باشه و علایم و شواهدی وجود داشته باشه که اینا در کشور دیگه بودند و یا امکان درخواست پناهندگی داشتن و یا حتی اگه درخواست پناهندگی کردن منتها به درخواست پناهندگیشون رسیدگی نشده و یه تصمیمی گرفته نشده، این افراد اگه بلند شن تو وسط پروسه بیان یک کشور دیگه یه درخواست پناهندگی بدن و در همچین حالتی سوئد، این بچه های بدون سرپرست زیر 18 سال رو در هر صورت به کشورهای دیگه شنگن پس فرستاده نمیشه و بچه ها از این شرط استثناء هستند و درخواست پناهندگی اینها باید در یکی از این کشورها بررسی بشه در هر حال. بسیار عالی، بسیار عالی. شماره تلفن 983843 اول زنگ زد. بفهمید با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستی شما. سلام، خسته نباشید. خواهش میکنم خانم، بفرمایید. رستمی عزیز، من یه سوالی داشتم. من خواستم بدونم که من همسرم ایتالیا هستن، بعد اقامت ایتالیا هم دارن، میخواستم ببینم که درخواستشون ایشون به صورت انسوکا فرستادن به اداره مهاجرت. من میخواستم بدونم که حدودا مثلا چند وقت طول میکشه که ایشون بتونن مثلا بیان اینجا و اینکه تأثیری داره اگر مثلا من بخوام بچه دار بشم یا نه، یا اصلا نه فرقی نمیکنه. والا استثنایی در مورد ایشون وجود نداره و چقدر طول میکشه الان اصلا معلوم نیست، ولی اون چیزی که تو اطلاعاتی سایتی داره مهاجرت وجود داره و طبق این مدتی که تصمیم گیری ها به کندی پیش میره، امکان داره یک سال و نیم، در بعضی موارد تا به 2 سال هم طول کشیده که میتونه طول بکشه. بچه دار شدن شما خب به این سرعتی پیش نخواهد رفت احتمالاً و به نظر نمیرسه که تأثیر خاصی بگذاره روی روند تصمیم گیری. منظورم سریع‌تر انجام شدن البته. بله، یعنی من اگه مثلا بچه دار مثلا بخوام بچه دار بشم و اینا، یعنی هیچ فرقی نمیکنه که مثلا همسرم زودتر بتونه بیاد؟ نه، حاملگی بارداری مثلا بیماری خاصی حساب نمیشه. درسته که به هر حال کسی که حامل است دوست داره که زنش، شوهرش همراه پیشش باشه، ولی خب بیماری خاصی حساب نمیشه، آدم ها زندگی عادی خودشونو میکنن. ولی اگه مشکل خاصی به وجود بیاد خب اون رو میشه بعدن مطرح کرد و به خاطر مثلا عاطفی چون وقت آقای رستمی مسئله عاطفی و اینا رو نمیشه مثلا گذاشت که مثلا پدر نه خب به آدما به هر حال به همدیگه نیاز دارن، این یه چیز مسئله طبیعی هستن، یه چیز عجیب و غریبی نیست. وقتی آدم ها ازدواج میکنن دوست دارن که با هم زندگی کنن، ولی خب به هر حال حجم کار زیاده و روند رسیدگی به کندی پیش میره.
اینم در نظر میگیرن که مثلا ازدواج برفرض ایرانی و اینا خیلی زودتر انجام گرفته، مثلا 2 سال آدم ازدواج ایرانیشو خب انجام داده. ولی خب ازدواج، ولی شما قبلا تو خارج از سوئد با هم زندگی که نکردی؟ خارج از سوئد چرا دیگه، ایتالیا مثلا یه مدت کمی من رفتم، ایشون مثلا اومدن و اینا. به هر حال اون جزو کاتگوریای میشه که شما قبلا با هم زندگی نکردید، حالا با هم دیگه رو دیدید و بیش هم بودید، ولی اون زندگی مشترک نمیشه. یعنی شما در اینجا احتمالاً سالها زندگی کردید، بعداً با ایشون آشنا شدید، بنابراین اون نه. به هر حال روند کار خیلی کنده و دلیل خارج از نوبت رسیدی گردن حاملگی در حال این دلیل خاصی نمیشه. دلیل خاصی نمیشه. بعد اون وقت تماس و اینا مثلا با اداره مهاجرت گرفته بشه مثلا. من هیچ وقت توصیه نمی کنم این کارا، اصلا به نفع نیست، شاید بعضن هم به ضرر شما ایشون باشه، بنابراین اجازه بدید که این روند خودش رو طی بکنه. بله دستتون درد نکنه، ممنون از شما. خانم موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. میگم شما هم درود بر شما هستم، بفرمایید. من یه سوالی داشتم از آقای رستمی. اونم اینه که اگر کسی اینجا درخواست پناهندگی داده باشه و شامل قوانین دابلین شده باشه، میتونه بره خودش این، یعنی بگه که مثلا منو برگردونید، نه به مثلا کشور اول، به کشور خودم. آیا این کارو انجام میدن؟ بله. بعد و یه چیز دیگه، اگر برگرده میتونه از طریق ازدواجی درخواست بده و اقامت اینجا رو بگیره و برگرده؟ بله اونم بله. بعد اینکه پناهنده بوده اینجا مشکلی توی روند اون پروندهش ایجاد میکنه؟ خود صرف پروسه و درخواست پناهندگی مشکلی خاصی رو به وجود نمیاره، ولی امکان داره که در این روند یه سری اطلاعاتی رو این فرد شما، یعنی درخواست کننده، به اداره مهاجرت داده باشه که این اطلاعات بعداً با اطلاعات داده شده جور در نیاد، که یه ذره تناقض تو داستان یا حرف گفتن و یا اینا به وجود بیاره، احتمالاً میتونه این مشکل به وجود بیاد. ولی خود روند پروسه پناهندگی، قبلا طرف اینجا پناهنده بوده، این به خودی خود تأثیر منفی درخواست بعدی که بر اساس ازدواج خواهد بود نمیذاره. خب بعد یه سوال دیگه از خدمتون داشتم، اونم اینه که اگر که جواب اخراجش به اون کشور اول اومده باشه درست، و خودشو یه نرفته باشه معرفی بکنه، بعد بره معرفی بکنه و بگه که حالا مثلا الان منو برگردین به کشور خودم، شامل، من شنیدم یه قوانین 5 ساله ای اگه اشتباه نکنم. نه خیر، اگر فردی بر اساس کنوانسیون دابلین درخواست پناهندگیش بررسی نشه و اداره مهاجرت تصمیم بگیره که این فرد باید به کشور دیگه اروپایی برگرده، اون جزء به همون 4 سالی که شما میگین محسوب نمیشه. این حتی اگر مثلا دیرتر از اون موقعی که بهش گفته باشن بیا و برگرد نرفته باشه، حتی اگر باز هم بره خودش رو معرفی بکنه و بگه من به کشورم برگردونی؟ نه دیگه اون یه نه سخت نیست، قبلا یه تصمیم گیری شده که این فرد باید برگرده به حالا ایتالیا بگیم، ایتالیا. اون تصمیم 18 ماه، یعنی در اثر بعد از 18 ماه قابلیت اجرایش از دست میده. درسته، یعنی این توی همون 18 ماه باشه و بخواد برگرده بره کشور خودش دوباره، با مشکلی نمیبینم، مشکلی نداره. ممنون از محبتتون، لطف کردین. خواهش می‌کنم، موفق و پیروز باشین عزیزم، خدا نگهدارتون. 983843 بفرمایید با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستید شما. سلام، وقتتون بخیر. قربان شما، سپاسگزارم. حضورتون داشتم. یکی این که کسی که ویزای کاری میگیره چقدر، چند ماه یا چند روز فرصت داره که به اصطلاح بیاد سوئد و کارشو شروع بکنه از لحظه‌ای که ویزا صادر میشه؟ از تاریخی که اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه 4 ماه این فرصت داره که بیاد و کارش رو شروع کنه. بله. سوال دوم از حضورتون این بود که اگه برفرض مثال شخص قراردادش فول تایمه برای ویزای کاری و بعدن مثلا این فول تایم رو بکنه 50% به شرط اینکه از زیر اون 13,000 تا کم نشه تا 50% حقوقش، میتونه این کارو بکنه یا نه دوباره باید مثلا تقاضای ویزا بده یا نه یه قراردادی در دیگه میشه تنظیم کرد و این رو به اداره مهاجرت باید اطلاع داده بشه که الان شرایط کاری این فرد تغییر کرده، اما نیاز به تقاضای مجدد ویزا نیست؟ نه نه. مرسی، ممنون از دادتون. شما هم پیروز باشین عزیزم، خدا نگهدارتون. 2398 بفهمید با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستیم.
الو سلام، خسته نباشید. بفهمید ازم خواهش میکنم. درود بر شما. معذرت میخوام، من دیروزم تماس گرفتم گفتم که خانم همسایه دیزن اینجاست، پس اینجا داره. ما پارسال ازدواج کردیم، هولوش یک ماه پیش من توی ایران اینتریو دادم. بعد اینتریو به من گفتن که هولوش یک سال نیم تا دو سال دیگه جواب اینتریو شما، یعنی پاسخ ازدواجتون میاد. من حرکت کردم به سمت سوئد، هولوش یه هفته هست که رسیدم آرزوخونه، خانمم دارم زندگی میکنم. وقتی رفتم که خودم معرفی کنم گفتن که شما اشتباه کردی، اومدی باید برگردی. راهی هم که اومدم حقیقتا راه سختی بود، همون کشتی که 28 اکتبر. شما چرا بلند شده اومدی؟ والا دیگه تحملش سخت بود، شرایطی بود که شما نمیدونم حالا شاید درگیر. نه حالا ما شرایطش کاری نداریم، چطور اعدامت میخواستم بکنن؟ نه اونجا بحث اعدام نبود، بحث این بود که هر روزی که میگذره خب شما وقت تو از دست میدی. شما شما درخواست شما اینجا رسیدگی نخواهد شد. اینجا میتونید بیاید درخواست پناهندگی بکنید، یه بحث دیگه یه، ولی دیگه اون درخواست ازدواج با اقامت بر اساس ازدواج شما بررسی نخواهد شد. من هنوز اینجا خودم معرفی نکردم، همین خواستم اول یه مشورتی بکنم. نه شما بهتره. چجوری غیر قانونی اومدی سوئد یا با ویزای کشور دیگه؟ نه نه من غیر قانونی اومدم، از همین مسیر که همه مردم میان میگه. نمیدونم. و کماکان زن و شوهر هستید؟ بله بله. مشکلی از این بابت وجود نداره؟ بله بله. درسته بله. نه خب اگر میخواید دلایل پناهندگی دارید که در کشور خودتون نمیتونید زندگی کنید، صبر بکنید، یا لا کشور دیگری، میتونید اینجا ببونید، درخواست پناهندگی بکنید. ولی اگر دلایل پناهندگی وجود نداره، در این درخواست شما دیگه بررسی نخواهد شد تا اینکه کشور رو ترک کنید. البته اگه بیاین درخواست پناهندگی بکنید، ولی اگه درخواست پناهندگی نکنید، همین الان برگردید به هر طریقی، یعنی اداره مهاجرت متوجه نشه شما اومدید اینجا، خب این درخواست شما رسیدگی خواهد شد. نه خب الان اداره مهاجرت در جریان که من اینجا ده. هستم نیست. عرض کردم اگر اینجا بمونید به درخواست اقامت ازدواجی شما رسیدگی نخواهد شد، و اگر هم رسیدی بشه حتما جواب منفی خواهد بود، چون بررسی نمی کنن اصلا. میگه شما باید موقعی که ما این درخواست شما رو بررسی میکنیم باید سوئد نباشید. و اینم ممکنه که یک سال طول بکشه، همینطور که متوجه شدی امکان داره که یک سال، یک سال و نیم هم طول بکشه. ولی به هر حال اگر رابطه‌ای وجود داشته باشه، شما زن و شوهر باشید و مشکل خاصی تو این صحبت‌ها و گفتگوها ارائه مدارک به وجود نیاد، به شما به هر حال اقامت خواهند داد. حالا در عرض یه ماه، یک سال یا یک سال و نیم به هر حال میتونه طول بکشه. و این اگر دلایل پناهندگی ندارید، میتونید در کشور خودتون زندگی کنید، بهتره که بدون سرسلا برگردید و اونجا انتظار بکشید. یعنی اصلا میده غیر قانونی که اومدیم، چون اون دیگه به هر حال شما یه کاری کردید که یه ذره سخته. از غیر قانونی اومدن از ایران به این بر شاید راحت تر وجود وارد شدنش، به هر حال کار سختیه. ولی خب ببینید ما که حرکت کردیم، همون کشتی بود که 28 اکتبر غرق شد، هولوش 300 نفر آدم توش بودن که 120 نفر زنده موندن. ما رسیدیم واقعا من شرط روی خوبی هم ندارم که الان میخوام دوباره این راهو همونجوری برگردم. سختی زیادی هم تو راه کشیدم، خواستم اگر میشه یه وقتی بگیرم حضورم ببینم. بله حالا اون یه بحث دیگه. به هر حال با هر وکیلی شما تماس بگیرید، این قضیه اینه، چه راه حل خاصی ما نداریم. درست، این راه حل خاصی نداره. یعنی به نفع شماست که این کار رو بکنید، حالا دیگه تصمیم با خودتونه که میخواید ریسک شما. یعنی اگه بخوام برم توی کشور سالس هم درخواست اقامت کنم باز رو مشکل میخوره، درسته؟ مثل نروژ یا آلمان یا هر جای دیگه. نه به هر حال شما درخواستتون رو دادید و مصاحبه شده با شما، نه؟ درسته بله. بعد این در حال بررسیه و شما مهمه که اونجایی که زندگی میکنید اگه مصاحبه البته با شما شده، ولی به هر حال بعدن که میخواید اقامت رو بگیرید باید از طریق سفارت سوئد اقدام بکنید، در سفارتی که در کشوری که شما قانونی اونجا اجازه زندگی کردن موندن رو دارید. درست. به هر حال درخواست پناهندگی اگه کشور دیگه ای بکنید، به هر حال تا به درخواست شما رسیدگی بشه شما قانونی در اون کشور میتونید زندگی بکنید. اینم یه مدل قانونی زندگی کردن یک کشور دیگه. یعنی این کارم میتونم بکنم.
تصمیم با خودتونه میتونید بکنید. دلار چه ریسکایی بعدن خواهد داشت اینو معلوم نمیشه. متأهل میگم که کسی که پناهجوه در یک کشور با و اداره مهاجرت اون کشور اطلاع داره که فرد پناهجوه، خب یعنی قانونی در اون کشور زندگی میکنه. بهترین راهکاری که پیشنهاد میکنید برگردید ایران، اونجا صبر بکنید. بهترین کشتی هم سوار نشید، کشتی های قایقی خطرناک. به هر حال تو ایران اگه نکشنتون تو راه کشته میشید. ببینید دوست عزیز، من اجازه بدید به خیلی معذرت میخوام، من این روی خط میام و اینجوری میگم. ببینید آقای نیما رستمی وکیلی هستن که در این مملکت قسم خوردن و باید قوانین این مملکت رو رعایت بکنن. درسته. وقتی شما روی خط زنگ میزنید و سوالی میکنید که چه چیزی بهتره، ممکنه 100 تا آلترناتیو بهتر هم وجود داشته باشه، ولی ایشون به عنوان یک وکیل چون قسم خورده هستن باید قانون راه قانونی رو باید به شما بگن و سلام نامتم. اینه که اگه 20 دفعه دیگه این سوال شما تکرار بکنید، ایشون قوانین این مملکت رو باید در نظر بگیرن و اون چیزی که صحیح هست باید به شما گفته بشه. درسته، ممنونم آقا. خواهش میکنم موفق و پیروز بشید. سپاسگزارم. 983843 بفرمایید. خواهش میکنم بر روی خط هستید. دوباره سلام میکنم. من بسیار خوش آمدید. خواستم دوباره سوال کنم. راحت باشین عزیزم. از ترکیه هم میشه اقدام کردش برای کیس ازدواج اگه کسی شرایطشو نداشته باشه که توی ایران باشه؟ ترکیه کشوری که ایرانی ها میتونند اونجا به مدت کوتاهی با ویزا برند و تردد بکنن به اصطلاح. سفارت سوئد موظف در ترکیه موظف نیست که به درخواست توریست‌های که در ترکیه به عنوان توریست هستن اینا رو کاراشون و مسائل کنسولیشون رسیدگی بکنه. این رو شما میتونید ولی با مراجعه به سفارت سوئد در ترکیه اونا رو متقاعد بکنید که با شما مصاحبه بکنند، پرونده رو بگیرند و تحویل اداره مهاجرت سوئد بدن. شما اگه میتونید این کارو بکنید، اونا هم حاضر هن که این کارو بکنن، با شما همکاری بکنن، خیلی خوب. ولی میگم موظف نیستند. اگه بگم ما موظف نیستیم این کارو بکنیم، شما و فقط درخواست شما رو تحویل میگیرند و ثبت میکنن و میفرستن اداره مهاجرت. اداره مهاجرت سوئد اون موقع میبینه که هیچ مصاحبه‌ای با شما نشده و امکان داره که در تصمیم گیری که میکنند مدارک و یا اون تحقیقاتی که در همچین مواردی رو انجام میدند رو وجود نداره، فقط بر اساس اینکه پرونده ناقصه به شما جواب منفی بدن. بنابراین شما یک کاری باید بکنید، اولا اون سفارت رو متقاعد کنید که با شما همکاری بکنه و مصاحبه انجام بده، قبول بکنه که مدارک شما را دریافت بکنه و اداره مهاجرت تحویل بده. اگه تونستی این کار رو بکنید مشکلی نیست، ولی اگه نشد اداره سفارت بگه که ما مسئول نیستیم، موظف نیستیم این کار رو برای شما انجام بدیم، شمایی که مقیم ترکیه نیستید، بنابراین شما یقین بدونید که اداره مهاجرت بعدا با این درخواست شما مخالفت خواهد کرد چون که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری رو نداره. بنابراین شما ریسک میکنید اگه این کار رو بکنید، ریسک انجام میدید، ولی اگه برگردید ایران مشکل خاصی نخواهد. درست، ممنون از محبتتون، متشکرم. سپاسگزارم، موفق باشید، خدا نگهدارتون. 23-98-10 بفهمید خشمان بر روی خط هستید شما. درود به نوید عزیز و جناب رستمی گرامی. با سپاس فراوان از شما ایزم بفهم. جناب رستمی، من یه عرض داشتم خدمتون. من چند وقت پیش برای مادرم دعوتنامه ارسال کردم و عرضم به حضور شما که بعد از چند وقت با دعوتنامه ایشون موافقت نشد. دلایلی که در پرونده آورده بودن، خب من فکر میکنم مهمترینش این بود که من پناهنده اینجا هستم و این فکر میکنم مهمترین دلیلشون بود و عرضم به حضور شما که خب برگشتم که زده بودن که خب اکونومی استابیل نیست، که اونم فکر نمیکنم دلیل محکم باشه چون برگه‌ای که ارائه داده بودن من فکر میکنم محکمتر از این حرف هاست. و دلیل سومش هم بود که شما ویزای شینگن تو پاست نخورده دیگه. حالا من دقیقا نمیدونم، بعد گفتونم که خب شما میتونین اعتراض بزنین روی این جواب و اعتراض کنین. حالا من نمیدونم دقیقا باید چه کاری انجام بشین بده.
آدم و اصلا میشه کاری انجام داد یا نمیشه کاری انجام داد، میشه منو در این زمینه راهنمایی بفرمایید. کار خاصی که انجام نمیشه داد، فقط کاری که انجام میشه شکایت نامه تنظیم میشه و تحویل، یعنی در واقع مادرتون قاعدتا این کارو بکنه. حالا ایشون شاید نتونه از عهده‌اش بر بیاد، ولی به هر حال شما یه متنی رو میتونید به سوئدی و یا انگلیسی تهیه بکنید بهش و بهش بدید که بتونه این رو امضا بکنه و تحویل سفارت بده که شکایت میشه از این تصمیم کرد، که در این شکایت در دادگاه مهاجرت در یوتبوری بررسی خواهد شد. به نظر شما تأثیر هم داره قربان؟ به ندرت جواب معمولا میشه تصمیم ها رو تغییر داد، دادگاه برای همینه، ولی خب در همچین مواردی به ندرت موفقیت آمیز خواهد بود. زیاد با این تفاصیل زیاد جنبه پیگیری فکر نمی‌کنم داشته باشه دیگه، ولی خب سریع رسیدگی میشه، زیاد طول نمیکشه، بنابراین بهتره که این کار انجام بدید. این اعتراض باید از ایران بزنن یا بله از طریق سفارت سوئد در ایران؟ خیلی خب ممنون، لطفاً قربان. خیلی شما موفق باشه عزیزم، خدا نگهدارتون. زنده باشه، خدا نگهدارتون. 98343 قطع کردن. بله 23-98 و 98-38-43 شماره تلفن هایی هستش که شما عزیزان میتونید با ما در تماس باشید و با جناب رستمی عزیز سوالات خودتون رو مطرح بکنید. 23-98 بفهمید، خواهش میکنم بر روی خط هستید شما. سلام علیکم، یه سوال کوچولو داشتم، میخواستم ببینم کسانی که فری بیلیگ برمیگردن اینا علاوه بر یعنی بلیتشون و بلیت برگشتشون رو بهش میدم چیز دیگه ای هم بهشون تعلق میگیره یا نه اگه بخواد فری بیلیگ باشن؟ نه خیر خواهش خدا نگهدارت. من یادم اون موقع ها 30 سال پیش که حالا در کشور دیگه این رسم بود که این کارو میکردن اینا، بعد پول ویل بلیت میدادن، پول غذا میدادن، پول بلیت رو به هر حال هر که پناهجوی یا حالا هر کسی که خارجی اینجا حکم اخراجی میگیره اگه خودش نتونه بلیت رو تهیه بکنه در حال داره مهاجرت این کار رو انجام این سرویس رو میده، منتها دیگه به جز اون چیز دیگه فعلا وجود نداره. قبلا پروژه هایی بوده برای کشورهای مختلف که افرادی که داوطلبانه برمیگشتن بهشون یه مقدار کمک هزینه ای در محل میشد، یعنی از طریق سازمان ملل الا یه کمک مالی میگرفتن، ولی الان همچین موردی وجود نداره فعلا. بسیار عالی. خب دوستان عزیز شماره تلفن های 23-98 و 98-38-43. آقای رستمی تو عزیز دیگه بیان روی خط، دیروز قاعدتا نمیم اخبار و اینا رو گوش کردین که رهبران کشور به قول معروف پشت میکروفون بودن، آقای لوون و اینا اومدن، خانم موسا اومدن روی خط و نشستن صحبت کردن و گفتن که یه سری قوانین سختگیرانه تری و قاعدتا میخوام بزن و این مسئله این که کنترل این که هر کسی چند سالشه، این کنترل ها رو چجوری انجام میدن که مثلا من اگه برم بگم من 15 سالمه اینو چجوری کنترل میکنم و بعد چقدر خرج داره هر نفر کنترلش میدونید؟ یعنی بچه های زیر سن رو منظورتونه؟ زیر سن رو چجوری کنترل میکنن؟ بله به هر حال این کنترل، من نمیفهمم این منظور این صحبت ها الان در دقیقاً چیه، ولی این کنترل ها از بدو سیستم پناهنده پذیری وجود داشته. اداره مهاجرت وقتی یه فردی وارد سوئد میشه و اعلام میکنه که من مثلا 14 سالمه یا دلایل پناهندگی دارم، هر فرد موظفه که این دلایل پناهندگیشو ثابت بکنه، حق یعنی این مسئولیت ثابت کردن ادعا بر به عهده خود فرد درخواست کننده است. یعنی فردی که میگه من 14 سالم باید بتونه ثابت بکنه 14 سالشه، ولی خب بعضی از کشورها مثل افغانستان سیستم ثبت احوالشون در حدی نیست، در استاندارد بین المللی نیست، حتی مدارکی هم ارائه بشه مدارکی رو به عنوان مدارک معتبری داره مهاجرت قبول نداره. بنابراین اون موقع داره مهاجرت خودش یه تحقیقاتی انجام میده که به این نتیجه برسه که آیا فردی که میگه مثلا من 14 سالم آیا واقعا 14 سالش میتونه باشه یا نه. اگر در این تحقیقات به این نتیجه برسه که اداره مهاجرت به این نتیجه برسه این فرض زیر سنه، به هر حال خب مثل یک بچه تنهای زیر بدون سرپرست باش برخورد میشه با دلایل پناهندگی. حالا اگه برعکس بشه چی؟ اگه مثلا ببینن طرف مثلا 25 سالشه بله خب اون موقع چی کار میکنن؟ خب سنش رو بسیار بالا میکشند و بالای سن، یعنی به عنوان پناهنده میشه و به عنوان پناهنده به درخواستش رسیدگی میشه بر اساس اون سنی که خود اداره مهاجرت فرض میکنه که این سنشه.
پس در واقعیتش این که مثلا بعضیا میان سن خودشون کمتر میگن فقط به خاطر اینکه سریعتر بهش کارشون رسیدگی بشه و موقعیت‌های بیشتری رو در بتونن بگیرن. بله، تفاوت فاحشی هست بین یک بچه و یک فرد مسن بالغ، هم در دلایل پناهندگیش، هم در درجه ثابت کردن دلایل پناهندگی. بنابراین و اونایی که زیر سن هستن به هر حال یه سری مزایایی هم در سوئد دارن، اینو نمیشه کتمان کرد، ولی به هر حال تفاوت خیلی زیادی در سیستم رسیدگی به درخواست پناهندگی افراد زیر سن و بالای سن وجود داره. آقای رستمی عزیز، الان این مسئله‌ای که در نظر گرفتن و گفتن که اقامت موقت مثلا میخوان صادر بکنن برای این کسایی که میان، حالا بغیر از اونایی که خانواده هستن، و این اقامت موقت، این به نظر شما تأثیری خواهد گذاشت بر روی این حجم عظیم پناهندگی که داره به سوئد میاد؟ اینه نمیشه الان گفت که تأثیر خواهد گذاشت نه نخواهد گذاشت. اول اینکه این فقط یه بحث سیاسیه، یه توافق سیاسی صورت گرفته بین احزاب مختلف که قانون تغییر بدن. جزئیات این که چجوری چه کاتگوری هایی میتونن بیشتر از این مسئله ضرر ببینن معلوم نیست، و وقتی که قانون تصویب شد ما میتونیم در این مورد صحبت بکنیم. یک دو این که به هر حال یک سری از پناهجوهای خارجی که قصد پناهنده اومدن به سوئد و درخواست پناهندگی دارن به نفعشون نخواهد بود، و اینکه در آینده ولی خب چه تأثیری خواهد داشت این از الان نمیشه پیشگویی کرد. یکی بعدش هم که گفته میشه که این قانون فکر کنم موقتی خواهد بود، یه مدتی یعنی تا ابد اینجوری نخواهد بود. بنابراین اینم باز معلوم نیست که جزئیاتش چجوری خواهد بود. اگر اینجوری باشه، فقط این کاری که الان سوئد داره با توجه به سایر قوانین دوروبر به اصطلاح پناهنده پذیری وجود داره، به نظر میرسه که این کار اداری اداره مهاجرت، حجم کاری اداره مهاجرت وحشتناک بالا خواهد برد، و شاید هم اون در واقع افکتی رو که داره مهاجرت و سیاستمدارا دنبالش هستن رو به دست نیاره. ولی به هر حال جزئیاتش اگه مشخص بشه میشه که حد زد که هدف از این تغییر قانون در واقع چیه و چه کاتگوری هایی میتونن از این تغییر قانون. بعد شما که الان دستن در کار هستید و خب قاعدتا شما روزانه با این عزیزان در تشخیص هستید، به نظر شما اصلا به این حجم شدید پناهندگی که داره میاد اداره مهاجرت با این کادری که داره واقعا میتونه اصلا به اینا رسیدگی کنه با این صورت؟ ببین این حجم بالا بخش اعظمش مربوط به سوریه هست، و من واقعا نمیفهمم. ما در دولت‌های قبلی، یعنی این 8 سال قبل از این دولت فعلی، اداره مهاجرت داشتیم، یه وزیر مهاجرت داشتیم، رئیس اداره مهاجرت بود که در طول عمر اداره مهاجرت سیستم مهاجرپذیری سوئد واقعا بی‌نظیر بود از نظر افکتیو بودن، و سیستمی که درست کرده بودن خیلی به اصطلاح خوب بود اگه بگیم، در مقایسه البته با بقیه دولت‌ها و بقیه مراحل زمانی. الان من شخصا واقعا در تعجبم که مثلا اصلا همچین موردایی که چرا اینقدر اداره مهاجرت به زمینگیر شده اصلا من نمی‌فهمه. بلکه اخش اعظم شمال سوریه هست و سوری‌ها رو در واقع یه سری کنترل سوری میکنند که این افراد بتونن فقط تابعیت خودشون رو ثابت بکنن، بهشون پناهندگی اعطا میشه. بنابراین من مشکل کار رو دقیقا نمیدونم کجاست که این همه سرسره رو انداخته. از طرف در مورد سیستم پناهنده پذیری، یعنی درخواست پناهندگیشون، من میفهمم که حتما بالاخره اینا باید اسکان داده بشند، مدارس باید باشه، خدمات بهداشتی باشه، اینا مشکلاتی میتونه به وجود بیاره. ولی حجم کمون ها میشه بعد. بله. ولی خب این کار آنچنان سختی نیست که اینجوری سرصدا رو بش رو انداختن. و تو سیستم پناهنده پذیری هم اینو به راحتی میشه به خیلی سریع این کارا رو انجام داد. ما در دوران 2003 2004 که جنگ عراق بود، اون موقع هم خیلی پناهنده اومد. در دهه 80 از یوگسلاوی، دهه 90 اوایل دهه 90 از یوگسلاوی خیلی یه دفعه پناهنده پذیری بود، ولی همچین سرسایی رو ما هیچ وقت در مورد این سیستم پناهنده پذیری رو ندیدیم. یه اتفاقی هست که آدم نمیفهمه که قضیه چیه که اینجوری اینها شلوغش میکنن به اصطلاح. ولی اگر عزم سیاسی وجود داشته باشه
حل و فصل کردن این مسئله از نظر لوجستیکی به قول معروف کار اصلا سختی نیست. برحال شنونده داریم بگیریم تا بعد میتونیم صحبت بکنیم. 2398 بفهمید با جناب رستمی عزیز برای خط هستی شما عزیزم. سلام دوست عزیز بفهمید خواهش میکنم. من سلام رو خط میکنم. بله قربان بفهمید خواهش میکنم. آقای رستمی خدمت شما سلام عرض میکنم. من یه سوالی داشتم. من از طریق کاری وارد سوئد شدم و 2 سال است که مالیات دادم. بکنم در جریان من یه بار دیگه هم قبلا با شما تماس گرفته بودم. الان از طرف دادگاه هم به من ندادن و نگرفتم من. بله. و میخوام ببینم که الان اگه بخوام برای سرمایه گذاری اقدام بکنم راه چیه؟ و اینم در نظر داشته باشین که من یه مجرد هستم. داره متاسفانه الان دیره. یعنی شما الان در نه. این مرحله نمیتونین این کارو بکنید. برای اینکه بعد یا برگردم یا درخواست پناهندگی بدم. اینو میدونم. ولی اگه برگردم ایران تا چه مدت میگن که تا 1 سال نمیتونی درخواست هیچ دیگه‌ای بدی؟ نه نه اینطوری نیست. اگه برگردید ایران درخواست اقامت بر اساس سرمایه گذاری میتونید بدید و این بررسی خواهد شد و اینکه قبلا اینجا به خاطر کار اینجا بودید البته بستگی به اون اتفاقایی که اونجا افتاده هم یه مقداری داره. ولی اگر شما اینو باید متوجه بشین که سابقه‌ای که وجود داره میتونه در تصمیم‌های دیگه اداره مهاجرت تأثیر منفی بذاره، به این صورت که اداره مهاجرت میتونه در یک برآورد کلی اگه سایر موارد هم درست باشه، سوری درست باشه، به این نتیجه برسه که شما فقط دنبال اقامت هستید و اون چیزی رو که ادعا میکنید واقعا این نیست، بلکه به خاطر اقامت همین کار میکنید. البته خب همه کسایی که میخوان بیان سوید بخوان اقامت میخوان بگیرن، این بحثی توش نیست، منتها بستگی داره که این پروسه رو چقدر صادقانه شما بتونید پیش ببرید. اینجا هست که میشه حتی اگه برگردید ایران اگر سابقتون خیلی خط خطی باشه به قول معروف از نظر اداره مهاجرت میتونه به شما جواب منفی بده. بعد یه سوالی که داشتم چقدر زمان میبره که من جواب بدم؟ اینش 1 سال شما میتونید تو به حدس الان که خیلی طول میکشه، ولی خب 1 سال شما روش بذارید که میتونید. بعد اگه درخواست پناهندگی هم بگم همون داستانی که گفتین هستش، بستگی به سابقه آدم داره یا نه. آخه میگن چه نبگیری این پرونده بسته. بله با درخواست پناهندگی برین، خب درخواست پناهندگی ما میدونیم که دو تا به اصطلاح میتونه سناریو باشه. یکی این که آدم ها در کشور خودشون دلایل پناهندگی دارن میان اینجا و طبق اتفاقایی که کشور خودشون افتاده رو مطرح میکنن بررسی میشه. افرادی مثل شما که 2 سال در اینجا هستن، خب یه چیز دیگه هم به نام داریم سورپلاس، یعنی اتفاقایی که در موقعی که شما سوئد زندگی میکردین افتاده که به خودی خود میتونه دلایل پناهندگی رو به وجود بیاره که شما الان نمیتونید برگردید. 2 سال پیش شما مشکلی نداشتید در کشور خودتون، ولی بعد از 2 سال اقامت در سوئد اینجا یه سری اتفاقایی افتاده، شما یه سری فعالیت‌هایی مثلا کردید انجام دادید که ریسک به اصطلاح امنیتی برای شما میتونه وجود داشته باشه اگه الان به کشور خودتون برگردید. اگه این قسمتش قوی باشه در هر حال پناهندگی هم میتونید بگیرید. نه منظور این که اون قسمتی که میگین که اگه پروندهمون مثلا خوره چیز باشه اینا تأثیری داره روی در مورد پناهندگی این چیزی که نه، چون ببینید این حدس تصمیمی که داره مهاجرت میگیره یه حس یک در واقع چی میگن شما یه کار با اگه حدس میزنم با تصمیم اداره مهاجرت در مورد شما رو من قبلا خوندم، بعد این حدس هیچ کار اشتباهی وجود نداره، یعنی شما یه کار اشتباهی رو شما یه کاری رو انجام ندین که بر مسجل بشه که این کار اشتباهه، این حدسه، یک برداشتی که اداره مهاجرت داره. بنابراین در همچین حالتی خب نه من فکر نمی کنم دو قسمت پناهندگی تاثیر منفی نمیذاریم. من یه سوال دیگه هم خدمت شما، این حدسو میتونم تو این دادگاه سومی که من میتونم اعتراض کنم؟ نه دادگاه سوم دادگاهی هست کارش رسیدگی به شکایت ها به اون سبکی که دادگاه اولی نیست و مسائلی جدیدی رو شما بعدا نمیتونید مطرح بکنید. نه همون مسائل با دلیل و مدرک نه بله واقعا هیچ کاری نکردم. نه ثابت کنم دادگاه عالی کارش دو تا کاربرد داره. یکی این که ایجاد وحدت رویه هست، یعنی اگر یک ماده قانونی اینجا
احتیاج به تفسیر داره، خب این پرونده رو بررسی میکنه تا یه به اصطلاح رویه یکسانی رو برای دادگاه ها و اداره مهاجرت به وجود بیاره در تفسیر قانون. دو، اگر اشتباه فاحش قانونی صورت بگیره، خب کارش اینه که اشتباه فاحش رو درست بکنه. بررسی شکایت، پرونده شما رو بررسی، مدارک شما رو بررسی بکنه و یه تشخیص دیگه بده رو دادگاه عالی کارش این نیست و اونجا اتفاق خاصی نمیفته. یعنی عملا این پرونده من که نگرفتم این بسته شده، یعنی دقیقاً کارش نمیشه کرد. من یه بار پناهندگی بزنم یا برگردم و سرمایه‌گذاری شما میگین که یه ریسک بالایی داره که شاید هم نباشه. اون اطلاعاتی که من از پرونده شما داشتم، من حدس من اینه که باز هم میتونید جواب منفی بگیرید. نه منفی بگیرید. بله. خیلی ممنونم. مرسی. بعد یه سوال دیگه میتونم بپرسم. من یه خونه اینجا خریدم، اینو میتونم اینجا نگهش دارم یا فقط اینا مثلا بفروشم؟ خونه واسه یه چیکار میخوایم بکنید؟ دیگه میخوایم برای همیشه برگردید که خب بایدتم باید بفروشید، ولی اگه یک سال میخواید، یعنی هدفتون اینه که برید دوباره درخواست بدید و احتمال اقامت بگیرید بیاد، میتونید نگه دارید. اگه بعدا جواب منفی گرفتید، خب اون موقع دیگه نتونستید بیاد، دیگه باید بفروشید. بعد اینم داشتم که من اگه رفتم ایران سرمایه‌گذاری اقدام کردم و به من نگفتن، بله، بعد میتونم بگم که آقا مثلا من خونم اونجاست یا سرمایه‌ام اونجاست، بدین من یه ویزای رو آمریکا بدم اونا؟ نه دیگه، اگه دیگه وقتی بهتون در این همه مدت و چندی ما جواب منفی دادن، به هر حال بعدا ویزا هم تعلق نخواهد گرفت. بعد چی میشه اون وقت خونه من چی میشه اینجا؟ سرمایه خونه من میفروشین؟ چی میفروشه؟ من نیستم اینجا که. وکالتنامه بدیم به من و یه کسی دیگه خونه رو برای شما میفروشه. آها، بعد بدم به یکی وکالتی مثلا گفتم، حالا به هر کسی که دلش. نه مثلا میگم اینو فقط بس، نه وکالتی بدی خودت. بله. خیلی ممنونم. خواهش میکنم، موفق باشین. از خدا نگهدارتون. 98 38 40، نه ایشون قطع کردن. بله، 23 98 و 98 38 43. من امروز از عزیزان و از جناب رستمی میخوام تقاضا کنم که تا 3-4 دقیقه دیگه، یعنی ما 5 دقیقه به 6 اگر که اجازه بدیم بتونیم این برنامه رو به پایان برسونیم، شاید هم 1-2 دقیقه زودتر به خاطر یک کار کوچیکی که پیش اومده و من احتمالاً بعد یه مقداری زودتر استودیو ترک بکنم. دوستان عزیز، شماره تلفن‌های 23 98 و 98 38 43 در خدمت شما هست. اگر که سوالی نباشه، من میتونم از جناب رستمی عزیز تشکر بکنم به خاطر برنامه امروز و باقی سوالات رو به هفته آینده موکول بکنیم. و ولی یه سوال، این سوال چه خوب شد یادم نرفت. یک دوست عزیزی، یک دختر خانمی هستن که در ایران یه خونه دارن، در سوئد هم یه خونه دارن و حالا با یک آقا پسر میخوان ازدواج کنن. از نظر قوانین سوئد که قاعدتا خب اینا میتونن که از این اکتسکاپ فرود بنویسن که هرچی که دارن بر مال و منال شما. حالا آیا اون ملکی که در ایران هست و هم باید اینجا بنویسن در این اکتنسکاپ فرود، و یا اگر که اینا بعدن دعواشون بشه اون خونه ایران هم باید تقسیم بشه ما بینشون؟ ببین، اکتنسکاپ فرود رو میشه جزئی ترش کرد، یعنی زن و شوهرها میتونند بعد قبل از ازدواج، این یک ماه اول ازدواج یک قرارداد کلی نوشته بشه که اموال زن و شوهرها با هم کلا تقسیم نمیشه. اموال یک کلمه کلیه که شامل همه اموال میشه، دیگه استثنایی وجود دنیا نداره. باشه هیچ کجا استثنایی وجود نداره. اوکی. ولی اگر میخوان یه مقدار از اموالشون رو استثناء قرار بدن، میتونن به اسم بیارن که ما دوست داریم که فلان اموال ما شامل بودلنینگ و تقسیم اموال نشه یا بشه. اوکی. بچه‌ها مثلا اگه اینو ننویسن، بعد مثلا 4-5 سال که اگه بخوان یه موقع طلاق بگیرن، همه چی تقسیم میشه؟ بله، همه اموال زن و مرد و هر کجای دنیا. آخرین شنونده ما بفهمید، خواهش می‌کنم، بر روی خط هستید شما. سلام عرض کردم خدمت شما، مهمون عزیز برنامه‌تون. یه سوال داشتم در مورد پرسونال اسیستنت. من برای پسرم پرسونال اسیستنت دعوا کردم ولی کمون مخالفت کرد، یعنی اون مسئولی که در این رابطه هست مخالفت کرد و اون مقدار ساعت رو برای من گفتش که 20 دقیقه روزانه، اصلا یه چیز غیر معمول. اصلا من فقط اجازه بدید از آقای رستم، آقای رستم این آیه در محدوده کاری شما هست؟ اطلاعی در مورد متاسفانه ندارم، همین می‌خواستم بگم. اگر در مورد چند چون این قضیه هست، من هیچ اطلاعی در این مورد ندارم. ممنون. خواهش میکنم، موفق باشین. پیروز باشین. خدا نگهدارتون. جناب رستمی عزیز، اگه اجازه بدید من از شما تشکر میکنم. امیدوارم که هفته آینده بتونیم در کنار شما عزیزمون باشیم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز